شبیه هشدار حمله هوایی در غرب تهران نقص فنی در شهرک آزمایش از آنکه حدود نیمه شب جمعه اهالی غرب تهران از به صدا در آژیر قرمز برای مدتی قابل توجه خبر دادند در حالی که ابتدا برخی از احتمال ارتباط میان نقص فنی یک پرواز خارجی ترکیه خبر داده بودند ساعتی بعد رسانه های ایران به نقل از معاون استانداری پایتخت نوشتند علت اختلال در سیستم صوتی یک سازمان در شهرک آزمایش بوده است حدود ساعت 12 نیمه شب دوشنبه به وقت تهران تعداد قابل توجهی از شهروندان ساکن غرب تهران از شنیده شدن صدای آژیر خطر و نگرانی عمومی اهالی این مناطق خبر دادند. بعضی کاربران شبکه های اجتماعی نوشتند که بدون اختار قبلی صدای آژیر قرمز شنیدند اما دلیل این اتفاق برای آنها مشخص نیست. فیلم های هم در شبکه های اجتماعی در این باره منتشر شده است. سایت خبری جماران با انتشار تصاویر از صدای آژیر از دلیل آن اظهار کرده است. احسان آریا خبرنگار سیاسی تصنیم در توییترش نوشت هیچ مسئولی پاسخگوی علت صدای آژیر خطر در تهران نیست. نه وزارت کشور، نه استانداری تهران. اما ساعتی بعد معاون امنیتی استاندار تهران در نخستین واکنش به شنیده شدن صدای آژیر خطر در غرب تهران به ایسنا گفت اختلال در سیستم صوتی یکی از سازمان ها در شهرک آزمایش باعث این اتفاق بوده است. حمید رزا گودرزی نامی از آن سازمان نبرده است به گفته او در حال حاضر سیستم صوتی خاموش شده است نقص فنی در یک پرواز خارجی حدود ساعت یک بامداد شنبه به وقت تهران تصاویر متعددی از اسکن وبسایت‌های های دنبال کننده پروازها در شبکه های اجتماعی دست به دست شد که حکایت از تغییر مسیر یک پرواز از بالای فرودگاه امام خمینی در جنوب تهران داشت شبکه ی خبر تلویزیون ایران هم در زیرنویس خبری خود به این موضوع اشاره کرد و کمی بعد به نقل از روابط عمومی فرودگاه امام خمینی نوشت خلبان پرواز خطوط هوایی ترکیه مستقلا تشخیصی داده که به علت شرایط جوی از فرود منصرف و کمی بعد در باکو بر زمین نشسته است. این شبکه به نقل از مسئولان فرودگاه امام خمینی نوشته دقایقی بعد با بهبود شرایط جوی دو پرواز ماهان و ایران ایر در این فرودگاه بر زمین نشستند شبکه خبر هم به نقل از معاون استانداری تهران علت به صدا در آمدن آژیر خطر را نقص فنی در سازمانی در شهرک آزمایش تهران گزارش کرده است اما به نام آن سازمان اشاره ای نکرده است این شبکه در گفتگو با یک مقام مدیریت بحران پایتخت علت به صدا در آمدن آژیر خطر را گذشته آب سیستمی در یک سازمان واقع در شهرک آزمایش گزارش کرد. مکرون مذاکرات جدید هسته ای با ایران بسیار سختگیرانه خواهد بود. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه میگوید هر مذاکره جدیدی با ایران پیرامون برجام بسیار سختگیرانه خواهد بود و در این مذاکرات باید عربستان نیز دخیل باشد. آقای مکرون روز جمعه ده بهمن در گفتگو با العربی عنوان کرد که فرصت اندکی برای جلوگیری از دستیابی ایران به بمب هسته ای باقی مانده است. رئیس جمهوری فرانسه گفته است که باید از اشتباه برجام سال 2005 که کشورهای عربی را در این مذاکرات داخل نکرده بود اجتناب کرد وی افزود هر مذاکره ای که با ایران صورت گیرد سختگیرانه خواهد بود و حضور شرکای منطقه‌ای از جمله عربستان در آن ضروری خواهد بود عربستان در چندین جبهه با ایران در حال جنگ نیابتی است از جمله جنگ یمن که ایران پشتیبان نیروهای حوثی شیعه است و عربستان رهبری اعتلافی در جنگ با حوثی ها را بر عهده دارد همچنین تاکنون حملات به نفتکش و تاسیسات نفتی عربستان انجام شده که دولت ریاض آمریکا و حتی اتحادیه اروپا انگشت اتهام را به سوی ایران نشانه گرفتند قبلا عربستان و امارات اعلام کرده بودند که باید کشورهای عربی خلیج فارس نیز در مذاکرات جدید هسته ای با ایران حضور داشته باشند و موضوع موشک های بالستیک ایران و حمایت این کشور از نیروهای نیابتیش روی میز مذاکرات باشد. ایران این اظهارات را رد کرده و گفته است درباره موشکی خود هرگز مذاکره نخواهد کرد. آمریکا اردی به هشت هفت از برجام خارج شد و تحریم های سختی علیه ایران وضع کرد. جو بایدن رئیس جمهوری جدید آمریکا می گوید مایل به بازگشت به برجام است اما این بازگشت آسان نخواهد بود. کشورهای اروپایی عضو برجام از جمله آلمان، بریتانیا و فرانسه خواهان بازگشت آمریکا به برجام بودند اما آنها همچنین خواستار توافقی جدید و جامعه با ایران نیز هستند. ایران اردیبهشت 98 در واکنش به خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و اعمال تحریمها از تعهدات هسته‌ای خود عدول کرد و اکنون نیز میگوید تنها زمانی آماده بازگشت به تعهدات خود است که آمریکا به برجام بازگردد و تحریم‌ها را لغو کند. محمد جواد ظریف روز جمعه اعلام کرد درخواست دولت آمریکا برای بازگشت ایران به اجرای کامل تعهدات خود منطقی و عملی نیست و هیچگاه عملی نمی شود. او تاکید کرد که عدول ایران از تعهدات خود در برجام به معنای تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته ای نیست و این اقدامات برای جبران اقدامات آمریکا صورت گرفته است. توافق آمریکا و اسرائیل درباره ضرورت مقابله با اقدامات ایران در منطقه بنی گانس وزیر دفاع اسرائیل در گفتگوی تلفنی با وزیر دفاع آمریکا بر ضرورت مقابله با اقدامات ایران در منطقه تاکید کرد به گزارش خبرگزاری ها بنی وزیر دفاع اسرائیل در این گفتگوی تلفنی بر ضرورت اتخاذ سیاست فعالی علیه ایران تاکید کرد از سوی وزیر دفاع آمریکا تاکید کرد کشورش همچنان متعهد به حفظ برتری نظامی اسرائیل است همزمان با این جنرال مکنزی فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا در خاور میانه سنت کام در سفر رسمی دو روزه ای به منظور بررسی تهدیدهای ایران وارد اسرائیل شد ارتش اسرائیل در بیانیه ای اعلام کرد که جنرال مکنزی طی این سفر در دیدار با آویو کوخاوی رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل ضمن انجام ارزیابی های استراتژیک راهکارهای تحکیم همکاری منطقی در مقابل با تهدیدهای جدید را بررسی می کند. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل درباره روابط اسرائیل و آمریکا گفت روابط نظامی و استراتژیک میان ایالات متحده و اسرائیل طی سالیان متمادی بخش اصلی در تقویت امنیت قومی اسرائیل و برتری آن در برابر دشمنانش بوده است کوخاوی افزود بدون شک این شراکت با ایالات متحده نقش اصلی را در تعامل با تهدیدهای مشترک و در مقدمه آن تهدید ایران ایفا می کند. شایان ذکر است وزارت دفاع آمریکا پنتاگون نیمه گه ماه جاری تصمیم گرفت اسرائیل را از چارچوب عملیات فرماندهی نظامی آمریکا در اروپا خارج و در کنار برخی از کشورهای عربی به فرماندهی ستاد مرکزی آمریکا سنتکام در خاورمیانه ملحق کنه. ایران درخواست آمریکا مبنی بر اجرای کامل تعهدات از سوی تهران برای بازگشت خود به برجام را رد کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به اظهارات همتای آمریکایی خود آنتونی بلینکن با ارسال یک توییت خواستار برداشتن گام نخست از سوی آمریکا شد وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در نخستین کنفرانس مطبوعاتی خود در این مقام تاکید کرده بود که اگر ایران به کلیه که تعهدات خود در توافق اتمی وین عمل کند واشنگتن به این توافق باز خواهد گشت محمد جواد ظریف خواست آمریکا را برای بازگشت این کشور به برجام را رد کرد و با تاکید بر اینکه واشنگتن از هنگام ترک این توافق به برقراری تمهیدات تنبیهی علیه ایران پرداخته است خواستار برداشتن گام نخست از سوی این کشور و لغو تحریم ها شد. وزیر امور خارجه ایران در توییتی به راستی آزمایی از همتای آمریکایی خود پرداخت و نوشت ایالات متحده برجام را نقض کرده. مانع ارسال مواد غذایی و دارو به ایرانیان شده، پایبندی ایران به قسنامه 2231 شورای امنیت را مورد مجازات قرار داده در حالی که ایران بر پایه مفاد برجام تنها تدبیرات تعدیلی اتخاذ کرده است. محمد جواد ظریف اضافه می کند حالا چه کسی باید گام اول را بردارد؟ شکست حداکثری ترامپ را از یاد نبرید آنتونی برینکن روز چهارشنبه 27 ژانویه در نخستین کنفرانس مطبوعاتی خود پس از تایید وی در این مقام از سوی سنای آمریکا در پاسخ به پرسشی درباره سیاست دولت جدید آمریکا در قبال ایران گفته بود که جو بایدن در این زمینه اعلام کرده است که اگر ایران به تمامی تعهدات خود در چارچوب برجام عمل کند آمریکا نیز همان گونه اقدام خواهد کرد و ما سپس با همکاری متحدان و شرکای خود از این موقعیت به عنوان سکویی برای تدارک توافقی دراز مدت تر و قوی تر برای برخورد با مسائلی که در مناسبات با ایران مشکل ساست استفاده خواهیم کرد. وی سپس تاکید کرده بود که به این منظور هنوز راه درازی در پیش است. زیرا به گفته ی وی پس از اینکه ایران به تعهدات خود عمل کرد، آمریکا نیازمند زمان برای ارزیابی اقدامات انجام شده از سوی این کشور است. مقامات جمهوری اسلامی ایران از هنگام انتخاب جو بایدن به ریاست جمهوری آمریکا و به ویژه از هنگام ورود او به کاخ سفید بر برداشتن بدون قید و شرط مجازات ها تاکید می کنند و چون این به نظر می رسد که آنان به لغو یک جانبه کلیه تحریم ها در آغاز دوره زمابداری جو بایدن دل بسته بودند.